سلام، یک شنبه و دوشنبه 26 و 27 فروردین 97، 15 و 16 اپریل 2018 میلادی. باز هم عذرخواهی میکنم از اینکه به دلیل سفر و بین راه بودن برنامه دو روز رو در یک روز خدمتتون ارائه میکنم. در مورد 5 موضوع امروز صحبت میکنیم. موضوع اول اینکه اعتصاب کسبه و مغازه‌داران در بانه و جوانرود دوستان کردستان و کرمانشاه کماکان ادامه داره. کسبه برای نشون دادن فقر و گرفتاری سفره خالی مثل کارگران پهن کردن و اعتراضشون به این است که بازارچه‌های مرزی بسته شده، تعرفه ها افزایش یافته، کولبران رو اجازه حمل قانونی کالا نمیدند و به این ترتیب کاسبی اونها هم از بین رفته. گفته میشه که تجارت با عراق عمدتاً در کنترل شرکت‌های وابسته به سپاهه که سالیانه بین 6 تا 12 میلیارد دلار صادرات واردات با عراق دارند و رقبا رو به این ترتیب ولو خرده پا و در حد کولبر باشند تحمل نمی کنند. معلمان خرید خدمتی هم دیروز در کرمان، قزوین، یزد و چند شهر دیگه تجمع اعتراضی داشتند. معلمان خرید خدمتی خواستار مطالبات مزدی معوقشون و همینطور هم همسانسازی وضعیتشون با رسمی ها به لحاظ بیمه و سایر مزد و سایر موارد هستند. مالباختگان کاسپیان هم کماکان به خواسته و پولشون نرسیدند. امروز در تهران جلوی شعبه ستارخان در رشت و اهواز تجمع اعتراضی داشتند. دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس هم امروز تجمع داشتند در اعتراض به اینکه به اونها گفته شده خوابگاه استیجاری فردوسی رو باید ترک کنند، در حالی که خوابگاه دیگری ظرفیت نداره. این رو خود دانشگاه هم میدونه و ضمناً خواستار شفافیت مالی دانشگاه شده. موضوع دوم این که برای 50 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد حکم جلب صادر شده. گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که مدتی است با بحران مواجه است، بارها و بارها شاهد اعتراض کارگران بوده. عده‌ای رو ممنوع الورود کردند، کارگران اعتراض کردند و حالا به سراغ بازداشت فعالین و سرکوب رفتند. پدر و مادر رامین حسین پناهی، فعال کرد که زیر حکم اعدام قرار داره به دلیل اعتراض به این موضوع، پدر و مادر پیر این جوان هم از سوی اطلاعات بازداشت شدند. خانواده های بازداشت شدگان در جریان اعتراضات اخیر اهواز و استان خوزستان امروز همزمان مقابل استانداری خوزستان و دفاتر دو تن از نمایندگان استان تجمع اعتراضی داشتند. اونها خواستار تعیین تکلیف و گرفتن اخبار و اطلاعات از عزیزانشون بودند که گفته میشه تا کنون بیش از 400 نفر بازداشت شدند. نرگس محمدی، زندانی سیاسی سرشناس که برنده جایزه معتبر آندری ساخاروف شده، طی مراسمی جایزه او در غیابش اهدا شد و در با ارسال پیامی از درون زندان، نرگس پافشاری کرده بر مبارزه و پایداری او و پافشاریش بر تأمین حقوق انسانها و مبارزه تا پیروزی. موضوع سوم این که رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی، نامه‌ای رو خطاب به شورای عالی امنیت ملی نوشته و گفته که در اون مانع تعلیق کشتی ایران بشین. خادم به درستی دست گذاشته بر این که اگر قرار است با ورزشکاران اسرائیلی
مسابقه داده نشه، مسئولین کشور شفاف بگن، ولی اون وقت مسئولیتش به گردن اونهاست و نه اینکه ورزشکاران با تمرکز یا باختن روی دوشک بخواهند بار این تصمیم نابخردانه رو بکشند. کاوه مدنی، معاون سازمان محیط زیست که تحصیل کرده امپریال کالج لندن بود و تا برای مدتی به ایران برگشته بود، به دلیل یک اجلاس بین المللی از ایران خارج شد و از همونجا استعفای خودش رو فرستاد که مورد قبول واقع شد و دیگه برنگشت. فعالان محیط زیستی که بازداشت شدند کماکان در زندانند و هنوز در پرده ابهامه که اطلاعات سپاه چرا این فعالین بیازار محیط زیست رو اینگونه وحشیانه بازداشت کرده، دکتر کاووس سید امامی رو کشته در زندان و خبری از این بازداشت شدگان به خانواده هاشون هم حتی نمیده. کمیسیون برنامه بودجه مجلس گزارشی رو از تخلف 40,000 میلیارد تومانی در دوره احمدی نژاد منتشر کرده که در اون آقای احمدی مقدم فرمانده وقت پلیس و از عوامل سرکوب سال 88 و رستم قاسمی، سردار رستم قاسمی، وزیر نفت آقای احمدی نژاد و سپاهی رئیس قرارگاه خاتم الانبیا به شدت در این تخلفات مقصرن، گیرن و اگر قرار به رسیدگی باشه باید اونها رو به دادگاه کشاند. آب آشامیدنی یزد قطع شده، میگن لوله‌ای که آب رو از زاینده رود میاره تخریب شده، ولی به هر حال زاینده رود امسال خشک‌تر از هر ساله و بی آبی نه فقط کشاورزان استان اصفهان رو به تنگنا انداخته، بلکه حتی آب آشامیدنی یزد هم مشکل پیدا کرد. موضوع چهارم این که شرکت ZTE که یکی از چند شرکت بزرگ چینی برای تکنولوژی انفورماتیک، دانش اطلاعاتی هست، از توسط امریکا به بیش از 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شده به دلیل نقض تحریم های امریکا در مورد کره شمالی و ایران. 7 سال هم در بازارهای امریکا رو به این شرکت بسته شده. به دنبال این تصمیم امریکا سهام ZTE سقوط کرد. اتحادیه اروپا امروز جلسه داشت برای اینکه با وضع تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران و دخالت‌های جمهوری اسلامی در منطقه، بلکه امریکا رو راضی کنن برای اینکه در برجام بماند، اما اتریش و ایتالیا مخالفت کردن و چون تصمیم به اتفاق آرا باید گرفته بشه، به این ترتیب این تحریم ها رأی نیاورد. وال استریت جورنال خبر داده از اینکه آقای ترامپ تصمیمش در حمله به سوریه این بوده که پایگاه های ایران و روسیه را هم بزنه. بسیار وسیع تر از این 3 نقطه بوده حمله، ولی پنتاگون مخالف بوده. همینطور آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه هم گفته من هم با آقای ترامپ صحبت کردم و جلوی این گستردگی عملیات رو گرفتم. کمیسیون مجلس سنای امریکا که صلاحیت آقای مایک پومپیو برای وزارت خارجه رو بررسی میکرد به او رأی نداد، در کمیسیون رأی نیاورد و حالا به صحنه علنی مجلس سنا میره که اگر 2 نماینده سناتور جمهوری خواه که گفته میشه آقای رمپال و آقای مکین هستن مخالفن و رأی ندهند، آقای پومپیو برای وزارت خارجه رأی نخواهد آورد و اگر 1 نفرشون رأی نده، اون وقت با رفتن آقای مایک پنس معاون اول معاون رئیس جمهور امریکا، رأی او رأی مساوی رو تعیین کننده خواهد کرد و طبیعتاً آقای پومپیو با رأی مثبت او نصف به اضافه 1 رو میاره. ماکسیم برادین خبرنگار محقق روسی که روی مسئله مزدوران روسی در سوریه تحقیق میکرد، در مسکو از آپارتمانش به پایین پرتاب شده.
این شیوه ترور پوتینی که مسبوق به سابقه است، تا کنون چندین مخالف و پوتین رو از سر راه برداشته. تام فریدمن، روزنامه نگار و نویسنده سرشناس امریکایی، در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز عنوان کرده که جنگ بعدی خاورمیانه میان اسرائیل و ایران، جنگی که پیشاپیش شروع شده و حملات اسرائیل به پایگاه‌ها آغاز شده، موضوعی که بی‌وجه نیست و تفسیر و تحلیل آقای فریدمن رو میشه جدی گرفت. اما موضوع آخر این که جناب آقای پوتین به اجلاس سران عرب پیامی که داده، در اون گفته امنیت خاورمیانه رو ما تضمین میکنیم. البته بعد به آقای پوتین گفت که خود ایشون از عوامل ناامنی خاورمیانه است. آقای مرتضوی که گفته میشه باید روانه حبس بشه برای 2 سال حبس تعزیری قطعی، فعلا گم شده. محافظینش هم میگن جایی نیست. البته همگان میدانند که ایشون تحت حمایت بیت رهبری است و قصدی برای گرفتنش لابد نیست. جالب، مردم پوستری رو درست کردن که روی اون عکسای مرتضوی رو چاپ کردن و نوشتن تحت تعقیب، در پاره نقاط اون رو نصب کردن. به نظر میرسه 2 سعید، یعنی سعید طوسی و سعید مرتضوی، مسخره بودن قوه قضاییه ایران رو بهتر از هر چیزی نشون دادن. اما همین جناب سعید طوسی هم برای مراسم شب معراج به ترکیه سفر کردند. که صبح سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایران.